یازدهمین روز بهمن ماه برابر با 31 ژانویه سال 1861 میلادی، جنگ بین ایالت‌های شمالی به رهبری ابراهام لینکلن از حزب جمهوری خواه و 11 ایالت جنوبی تحت فرمان روایی رئیس جمهور جفرسون دیویس که در ایالات متحده آمریکا رخ داد. چند هفته پس از انتخابات رئیس ریاست جمهوری در 20 سپتامبر 1860، کارولینای جنوبی با رأی مجلس قانونگذاری خود خروج از جرگه ایالات متحده را اعلام کرد. بلافاصله پس از مراسم سوگند، لینکلن در 4 مارس 1861 ایالات متحده تجزیه شد. در این روز ایالت‌های کارولینای جنوبی، جورجیا، فلوریدا، آلاباما، میسیسیپی، لوئیزیانا و تگزاس کنفدراسیون کشورهای آمریکا را تشکیل دادند. اندک زمانی بعد ارکانزاس، کارولینای شمالی، ویرجینیا و تنسی نیز به ایالت‌های شورشی پیوستند و تعداد ایالت‌های تجزیه طلب به 11 ایالت رسید. در این کشمکش 11 ایالت جنوبی به ایالت‌های برده مشهور شده بودند، چرا که در این مناطق برده‌داری هنوز رواج داشت و برعکس ایالت‌های شمالی ممنوع نشده بود. ایالت‌های جنوبی بلافاصله ریچموند را پایتخت خود قرار داده و جفرسون دیویس را به ریاست جمهوری برگزیدند. سال 1929 میلادی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، لئون تروتسکی، انقلابی بلشویک و متفکر مارکسیست اهل روسیه را تبعید می کند. در اوایل تشکیل اتحاد شوروی، تروتسکی که چهره‌ای تأثیرگذار و بانفوذ به حساب می آمد، به عنوان کمیسر خلق برای روابط خارجی انتخاب شد. پس از آن ارتش سرخ شوروی را بنیان گذاشته و خود به فرماندهی آن درآمد. وی همچنین یکی از اولین اعضای دفتر سیاسی بود. به خاطر کشمکش هایی که در دهه 1920 میان تروتسکی و استالین بر سر قدرت و نحوه اداره حکومت وجود داشت، تروتسکی از حزب کمونیست روسیه اخراج و از اتحاد شوروی تبعید شد. او در 1940 در مکزیک توسط یکی از ماموران انکاوده به قتل رسید. ایده های تروتسکی تشکیل دهنده پایه و اساس تئوری تروتسکیسم است. سال 1950 میلادی، هری ترومن، رئیس جمهور ایالات متحده، برنامه بمب هیدروژنی را اعلام می کند. ترومن که در سال 1944 به عنوان معاون فرانکلین روزولت کار در دستگاه اجرایی آمریکا را آغاز کرده بود، پس از مرگ ناگهانی وی ریاست این دستگاه را بر عهده گرفت. آلمان در ماه می 1945 تسلیم شد و ترومن در ژوئیه همان سال در کنفرانس پوتسدام حضور یافت تا در بحث‌های مربوط به طرح‌های توافق برای اروپای پس از جنگ شرکت کند. ترومن برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ژاپن دستور پرتاب بمب‌های اتم به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را صادر کرد که در نتیجه آنها ژاپن تسلیم شد.